يا أرحم الراحمين 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 جمعه یعنی یک غزل دلواپسی، جمعه یعنی گریه های بی کسی، جمعه یعنی لحظه های بیقرار، جمعه یعنی روح سبز انتظار. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. روز داران عزیز، بندگان خوب خدا، به سفره رحمت خوش اومدید. مگه میشه نبینم نه کوچای چشم انتظار سرد و بی عبوره، آرزوی ما دیدن لحظه ظهوره. کوچای چشم انتظار هر دو بی عبوره، آرزوی ما دیدن لحظه ظهوره. امام آدم بیا، وارث خاتم، قسم به جان علی منجی عالم بیا. کوچه های چشم انتظار سرد و بی عبوره، کوچه های چشم انتظار سرد و بی عبوره، آرزوی ما دیدن لحظه ظهوره. امام آدم بیا، وارث خاتم بیا، قسم به جان علی منجی عالم بیا. امام آدم وارث خاتم بیا، قسم به اشک علی منجی عالم بیا. ماه دلارا بیا. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که توی این ماه مبارک رمضان توفیق این رو داشتید که تمامی روزهاتون رو گرفتید و همینطور ما رو فراموش نکردید از دعای خیرتون. همواره خودم و همکاران عزیزم این تقاضا رو از شما داریم که ما رو از دعاهای خیر خودتون محروم نکنید. پیرو صحبتهایی که با هم دیگه داشتیم توی این برنامه، قصد داریم در رابطه با امر الهی و همینطور صاحب الامر قدری با هم دیگه صحبت کنیم. هرچند که برخی از این مطالبی که من توی این برنامه ها عنوان میکنم مطالبی است که شاید در حد و توان من نیست و بحث بسیار کارشناسانه‌ای رو میخواد و همینطور زمان زیادی رو میطلبه، ولی سعی کردیم به اتفاق دوستان و همکارانم بتونیم در رابطه با برخی از مطالب چند دقیقه‌ای رو با شما صحبت کنیم، هرچند به صورت ساده و مختصر. و مطمئن هستم که ما هر چقدر تلاش هم بکنیم نمیتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. تو این برنامه قصد داریم همونجوری که عرض کردم در مورد امر الهی صحبت کنیم. اوامر الهی در یک جمله کوتاه و مختصر میتونیم بگیم که کلیه احکام، فرامین و بایدها و نبایدهای خداوند هست که همه این احکام و بایدها و نبایدها در یک کتاب جمع شده و اون هم قرآن کریم هست. کتابی که همیشه و همواره تازه است و هیچ موقع بوی کهنگی به خودش نخواهد گرفت. در هر لحظه و هر زمان میتونیم ازش استفاده بکنیم، در رابطه با هر موضوعی میتونیم از اون استفاده بکنیم، هر نوع اطلاعاتی که بخوایم
علوم مختلف در اون هست و به خصوص فرامین و دستوراتی که خداوند در اون از طریق پیامبر اسلام به ما توصیه کرده. یکی از این موضوعات که میخواییم بحث رو باز کنیم و مختصری در موردش توضیح بدیم، یکی از اون نبایت ها که علم هم به اثبات رسونده اون رو این هست که در قرآن کریم توصیه شده که اجتناب کنید از نوشیدن خمر و عمل قمار یا همون قمار، چرا که در اون مضرات زیادی هست و بالواقع هم همینطوره. مثلا اگر خداوند ما رو نهی کرد از خوردن مشروبات الکلی، اولین عارضش که خودش رو سریع نشون میده زائل شدن عقله. تمام انسان بودن انسان هم منهای بقیه خصائلش همون عاقل بودنشه. وقتی که عقل زائل شد، خیلی از کارها، حرکات، اعمال و گفتاری رو خواهد داشت که تحت کنترلش نیست و ممکنه خدایی نکرده کاری رو بکنه که جبران ناپذیر باشه. از لحاظ علمی بخوایم نگاه بکنیم، اطبا و دکترا میگن که خوردن مشروبات الکلی علی‌رغمی که بر سیستم و ارگانیسم بدن تأثیر منفی میگذاره، احتمالاً باعث از بین، احتمالاً که نه 100% باعث از بین رفتن کبد انسان هم میشه، که شاید شما هم شنیده باشید بعضی از افراد دچار سیروز کبدی شدن، کبدشون آب آورده و زندگی پردرد و رنجی رو داشتن. حالا اگر به این موضوع یه خورده دقیق‌تر نگاه بکنیم، می‌بینیم که در این امر و فرمان خداوند چیزی رو نمیتونیم پیدا کنیم به غیر از این که خداوند خیر بندگانش رو در این دیده که اجتناب بکنن از این امر. و کلیه اوامر و فرامین خداوند که در قرآن کریم اومده، همه و همه و همه برای این هست که ما رو راهنمایی کنه. یک سری تابلوهای ورود ممنوع داره، یا بیاید اینجوری بگیم، خیلی راحت‌تر صحبت کنیم، دقیقا مثل قوانین راهنمایی رانندگی که گاهی وقتا تابلوی ورود ممنوع داریم، خیابون یک طرفه داریم، که اگر از اون سرپیچی بکنیم ممکنه که یه جریمه جزئی بشیم. گاهی وقتا است که این تخطی از قوانین راهنمایی رانندگی باعث میشه که حتی ماشین ما رو یک هفته 15 روز توی پارکینگ میخوابونن، گاهی وقتا میشه که 6 ماه محروم میشیم از رانندگی. حتی گاهی وقتا اینقدر این خطایی که ما میکنیم و خلافی رو انجام میدیم، خلاف راهنمایی رانندگی رو انجام میدیم، ممکنه که گواهینامه ما حتی باطل بشه به مدت 1 سال. گاهی وقتا اینقدر این خطا بزرگ هست که ممکنه حتی ما 1 عمر از رانندگی محروم بشیم. این مربوط میشه به قوانینی که ما برای خودمون وضع کردیم. قوانین الهی خیلی بالاتر از این حرف هست. دیگه خونه آخرش این است که ما خالدین فیها ابدا میشیم. به اتفاق میریم، اولین بخش از برنامه رو که بخشی از فرازهای دعای افتتاح هست با هم دیگه میبینیم، در خدمتتون خواهیم بود. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا الحمد لله الذي بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره
و حمد و الظاهر بالکرم مجد و الباسط بالجود یدا الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إلي قديما وغنا كانه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. سلام مجددی عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و اون دسته از بینندگان که از این لحظه بیننده برنامه سفره رحمت شدن از شبکه جهانی امام حسین، استدیوی اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام، در خدمت شما بینندگان هستیم با بحث اوامر الهی و صاحب الامر. حالا این اوامری که خداوند در قرآن آورده و ما ملزم هستیم اونها رو انجام بدیم بدون اینکه اگر بفهمیم که اون اوامر چی هست چقدر خوبه، ولی تا اگر هم که نفهمیم و به کنه مطلب و به عمق اون اوامر پی نبریم، باز هم موظف هستیم که بدون چونه چرا اون اوامر رو اجرا کنیم. در قرآن قسمتی اومده که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حتی قبل از اون یا ایها الذین آمنو هست، من ولی مختصر گفتم که به ما توصیه شده تأکیدی و مؤکدن گفته شده که از ای کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید از خداوند، رسول او و اونهایی که صاحب امر هستن. حتی در جایی از قرآن تأکید شده به ما که اطاعت کنیم از پدر و مادر، ولی این اطاعت از پدر و مادر یه حد و مرزی داره. ما موظف هستیم تابع اوامر و دستورات پدر مادرمون باشیم، هر چی میگن بگیم سمعاً و طاعتاً. ولی یه جا هم هست که اگر ما رو خواستن بکشونن به سمت شرک، اونجا دیگه ممنوع اطاعت کردن. ولی در این بحثی که گفتیم الزاماً باید اطاعت بکنیم بدون چنه چرا از فرامین خداوند و صاحبان امر اونها. این میسر نمیشه مگر اون که ما خدای بزرگ رو به طور کامل بشناسیم و بدونیم که کی هست که داره این فرامین رو به ما میده. ولی باز هم امکان داره که ما نتونیم به صورت کامل و 100% مطیع فرامین الهی باشیم. اما تنها کسانی که میتونن به صورت کامل و 100% به عمل نشون بدن به ما که اطاعت کردن از فرامین الهی به چه شکل هست، ائمه اطهار علیهم السلام هستن. اگه اجازه بدید بحثمون رو تو همینجا متوقف بکنیم، بریم صحبت‌های کارشناس برنامه رو ببینیم و بشنویم. در ادامه در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. والسلام محضر مقدس قلب قطب عالم امكان حضرت بقية الله صاحب العصر والزمان. و با سلام بینندگان گرامی که این بحث ها رو دنبال می فرمایند، همطور که مستحضرید و
بحث ما درباره دعای شریف افتتاح که در حد توان و مقدور خودمون این دعا رو در واقع شرح و تفسیر میکنیم و در این جلسه به فراز دیگری از این دعا توجه پیدا خواهیم کرد که از زبان مبارک و مقدس ولیمان حضرت بقیت الله جاری و صادر شده است. اون فراز دیگر این است. امام عرض میکنه الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الظل و کبره تکبیرا. ستایش برای اللهی است که هرگز برای خیشتن مصاحب و یار و رفیق نگرفته است و برای خیشتن فرزند نگرفته و برای او در مالکیت هستی هیچ شریکی وجود ندارد و برای او سرپرستی هم نیست، چون سرپرست داشتن معناش تحت فرمان آن سرپرست بودن است و این ذلته و خدای متعال ذلیل نیست و عزیز است، پس بنابراین نیازی به سرپرستی نداره. و بعد هم این کبر و تکبیرا برای خواننده دعا هست، خدا رو آنچنان که خود فرمان داده است بزرگ بدار و بگو الله اکبر. خب در این فراز امام یک بحث فوق العاده زیبا و بسیار مهم رو مطرح می‌فرمایند، اینکه خدای متعال آیا فرزندی دارد، آیا همراهی دارد، آیا انیس و جلیس و رفیقی و همراه واقعا برای خدای متعال وجود دارد و یا نه. امام این بحث رو مطرح می‌کنند و با کمال شدت و با کمال صراحت این قضیه رو منتفی می کنند که خدای متعال فرزند داشته باشه، خدای متعال رفیق و مصاحب داشته باشه، خدای متعال شریک داشته باشه، خدای متعال ولی داشته باشه. تمام اینها رو حضرت نفی و رد و طرد می فرمایند. این بیان امام علیه السلام به مقدار فراوانی از آیه قرآن گرفته شده است. قرآن کریم این قضیه‌ای و این جمله‌ای رو که امام علیه السلام نقل کردن به مشابهت فراوانش رو می‌بینیم که در این کتاب یعنی قرآن کریم آمده و بیان شده. و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الظل و کبره تکبیرا. به همین معنایی که عرض کردیم در همین آیه شریف هم همون معنا ملحوظ هستش. در قرآن مقدس مهمترین اصلی که مورد بررسی و تأکید قرار گرفته و توصیه قرار گرفته بحث توحیده، یعنی یگانه دانستن و یکتا دانستن معبود یعنی الله. و در این رهگذر خدای متعال شدیدترین عتاب‌ها رو متوجه افرادی می‌کند که اینان برخلاف خواسته فطری خودشون سراغ امور انحرافی رفتند و از جمله اون گروه‌هایی که امور انحرافی رو پذیرفتند و دنبالش رفتند یهودیان و مسیحیانند که خدا در جای جای قرآن کریم شدیداً آنها را مورد مؤاخذه قرار میداد و آنها را میکوبد. به تعبیر دیگر نگاه کنید در قرآن کریم و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. یهودیان یک گفتار بسیار سخیفی رو پیشه کردن و دنبالش رفتن، گفتن چی؟ گفتن عزیر فرزند خداست. مسیحیان نیز همانند آنان و بلکه بدتر از آنان را گفتند، گفتند مسیح عیسی ابن مریم فرزند خداست. ذالک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا. این سخنی است که اینا خودشون دارن میگن. هرگز خدای متعال به هیچ پیغمبری چنین مطلبی را نگفته. هرگز عیسی و موسی
علیهم الصلاه و السلام به امت خیشتن چنین مطلبی را نگفتند. هرگز موسی نگفت به یهودیان که عزیر و فرزند خدا بدانید. هرگز عیسی مسیح به مسیحیان نفرمود که مرا فرزند خدا بدانید. این مطلب بسیار بسیار سنگینه. الوهیت متزلزل می شود به این ترتیب. و قال و اتخذ الله ولدا سبحانه، گفتن خدای متعال فرزند گرفته، سبحانه، منزه از خدای متعال از اینکه فرزند بگیرد. بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون، آنچه در آسمان ها آنچه در زمینه اینها برای خدای متعال هست، صاحب و مالک همه چیز اوست، همه چیز در برابر او خضوع میکنه، خشوع میکنه. بنابراین این که بیاییم شخصی انسانی رو در مقام چی بنشانیم؟ در مقام فرزند خدا بنشانیم، این کار کاری عبث و بیهوده و نظر قرآن مردود و مطروده. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، به پیغمبرش اینجور فرمان میده، به مردم بگو اگر قرار بود برای خدا یکتا فرزندی باشه، اولین کسی که عبادت او رو میکرد من پیغمبر بودم. خدا فرزند نداره، خدا بچه نداره، خدا همسر نداره، خدا نظیر نداره، خدا مانند نداره. اساساً برای خدای متعال گرفتن فرزند و گرفتن همسر و گرفتن جلیس و همنشین دور از منطق و برهان عقل است و فطرت انسانی. خدا نیازی به این حرف اساساً نداره. لذا تو قرآن مقدس یکی از جایی که شدیداً می‌بینیم خدای متعال تخطئه می‌کند نظرات مسیحیان رو همین جاست، یعنی جایی که مسیحیان بیایند و عیسی مسیح رو به عنوان خود خدا یا به عنوان فرزند خدا بگیرند. اینقدر مطلب نظر قرآن کریم سنگین جلوه می‌کند که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اونا که این سخن رو گفتن خدا سه قسمتیه، پدر، پسر، روح القدس، اب روح القدس، به جای توحید تثلیث آوردن. خدای متعال می‌فرماید اینا کافر شدن، خدا سومی سه‌تاست، است خدا یکیست، خدا یکتاست، خدا بی همتاست، خدا بی نظیره، خدا بی ماننده. لذا خدای متعال تو قرآنش مسیحیان رو که معتقد به این عقیده سخیف باطل هستن اساسا کافر معرفی میکنه. و ما من اله الا اله واحد، و قول بگید این قضیه رو، معبودی نیست جز معبود یکتا. و الم ینتهوا عما یقولون، اگر اینا که دارن این حرفا رو میزنن از این حرفاشون باز نیستند و بحث الوهیت عیسی مسیح رو به کنار نندازند، لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم، منتظر عذاب دردناک خدا باشند. توهین و اهانت به ساحت قدس الوهیت خدا رو ستیکه کردن، سه قسمت کردن، سه تا جز براش قائل شدن، عیسی مسیح رو بچه خدا دانستن، او را آوردن و کسفت الوهیت به او پوشانیدن، اینها تمام خلاف فطرت و تمام خلاف مطالب درست و صحیح قرآن کریم هست. و باز هم نگاه کنید، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، آنانی که آمدن گفتن مسیح فرزند خدا هست یا خدا خود مسیح هستش، اینا کافر شدن. قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم، اگه خدا بخواد مسیح رو نابود بکنه کی میتونه مقابلش بایسته؟ و مسیح خود خداست، مسیح فرزند خدا است. اگه خدا بخواد او رو نابود بکنه، مادرش رو نابود بکنه، خدا بخواد نابود کنه، هلاک بکنه، چه کسی میتواند در برابر خدای متعال بایستد؟ خود عیسی مسیح هم چه حرفایی نزده ها. اینا تمام حرفاییست که بعد از عیسی مسیح در جامعه مسیحیت و عمدتا از سوی فردی به نام پولس در میان مسیحیان منتشر شد. و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله
ربی و ربکم انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. سخن عیسی مسیح هم همین بوده، به بنی اسرائیل فرمود عبادت کنید الله را که هم پروردگار من است و هم پروردگار شما است. بدانید این که برای خدا بخواید فرزند قائل بشید، این چیزی جز شرک نیست و هر کس به خدای شرک آورد خدای متعال بهشتش رو بر او حرام کرده و مأواه النار و جایگاه او قطعا و یقینا در آتش خواهد بود. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلد من قبله الرسول و امه صدیقه کانا یاکلان طعام. درباره عیسی مسیح بیشتر از این نگید، او جز پیغمبری نبود که پیش از او نیز پیامبران دیگری آمدند و رفتند و بعد از آنان حضرت مسیح آمد. مادرش هم الوهیت نداره، ربوبیت نداره، زنیست بسیار گرانقدر و ارجمند و والا مرتبت، اما در رتبه الوهیت و خدایی نیست. امه صدیقه راستگوی به تمام معنا مادرش بود، کانا یاکلان طعام و این هر دو غذا می‌خوردن. خدا که نیازمند خوردن غذا نیستش. این حرفا چیه میزنید شما؟ یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. یا اهل کتاب در دینتون غلو نکنید و در باره خدا جز حق نگویید. عندما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله و كلمته القاها الى مريم و روح من. عیسی مسیح رو خدا ندانید، او فرستاده خداست. منتها خدای متعال مخلوقی رو خواست بیافریند به طریق اعجازی، بدون آن که مریم با مردی همسری کرده باشد، خواست که خدا از او فرزندی به دنیا بیاد. این کلمت او القاها الی مریم. به این ترتیب پدر نداشتن شد یک امتیاز برای عیسی مسیح، نه اینکه عیسی مسیح خود خدا باشه و فرزند خدا باشه. فآمنوا بالله و رسوله یا رسوله، ایمان به خدا بیارید، ایمان به پیامبران خدا بیارید یا به پیغمبر خدا عیسی مسیح بیارید. ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خیر لكم. نگید سه تا، نگید خدا سه قسمتیه، نه نه، باز بایستید از این گفتار سخیفتون. لن ینسکب المسیح ان یکون عبدا لله وللملائکه المقربون. لن یستنکف المسیح، مسیح هرگز از این مطلب عبا نداشته که بنده خدا باشه. فرشتگان مقرب خدا نیز استنکاف ندارند از اینکه بنده خدا باشند. و من یستنکف عن عبادتهی و یستکبر فسیحشرهم الله جمیعا. هر کس که عبا کن از پرستش خدا، از قبول خدا و از اینکه عابد خدای متعال باشه و استکبار بورزد، پس بداند که خدای متعال همگان رو در روز قیامت محشور و مبعوث خواهد کرد. پس افسانه اینکه خدا پسر داشته باشه، پسرش عیسی مسیح باشه، عزیر فرزند خدا باشه، تمام اینا رو به این ترتیب قرآن کریم در هم میکوبد و مولای ما امام زمان هم با بهره‌گیری از قرآن کریم اون عبارت زیبا را در دعای افتتاح بیان فرمودند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از اینکه وارد مبحث دوممون یعنی صاحب الامر بشیم، من میخوام یه پل ارتباطی کوچیکی رو برقرار بکنم و اون هم استفاده کردن از حدیث ثقلین هست. هرچند که صحبت کردن در رابطه با این حدیث خیلی سخته و زمان زیادی میطلبه که بتونیم در رابطه با این حدیث حرف بزنیم و عملا بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. گفتیم کتاب خداوند متعال امر الهی است و اون کسانی که صاحب الامر هستند
ائمه اطهار علیهم السلام هستند. در حدیث ثقلین داریم که حضرت رسول فرمودند من دو چیز به شما یادگار گذاشتم، کتاب خدا همون قرآن کریم و اهل بیت. حالا در بعضی از روایت ها اهل بیت اومده و یا عترت اومده. کلیه محدثین و اونهایی که اخبار رو نقل کردن برای ما آوردن و مورد تایید شیعیان و اهل سنت هستن، همه به این حدیث اعتقاد دارن که صحت داره. حالا بعضیا عترت آوردن، بعضیا اهل بیت آوردن. فقط در سه مورد هست که استفاده شده از کلمه سنت، که میگن حضرت رسول فرمودن که ما قرآن رو و سنت رو برای شما به جا گذاشتم. و جالب هم اینجاست که خیلی از اون اهل سنت هم زیاد به سندیت این حدیث اعتبار قائل نمیشن و عملا از درجه اعتبار ساقط هست. یاورم نمیشه شب فراقت غیر غم، مگه میشه نبینمت؟ باورم نمیشه شب فراقت غم، یاورم نمیشه مگه میشه نبینمت؟ باورم نمیشه ماهد را بیا پشت ابرا بیا یوسف زهرا بیا یوسف زهرا بیا ماهد را بیا پشت ابرا بیا یوسف زهرا بیا یوسف زهرا بیا کسی که همه انبیا مدحشو میخونن، کسی که همه انبیا اینی که به نقل علی یاوراش جوونن، کسی که همه انبیا مدحشو میخونن، یاوراش جوونم صوم و صلاتم بیا مرهم دردم بیا، مردم از این بی کسی دورت بگردم بیا، ماه دلارا بیا یوسف زهرا بیا. حالا میخواییم وارد بحث صاحب الامر بشیم. صاحب الامر کسی است که میتونه بر ما اشراف داشته باشه و حاکمیت داشته باشه بر ما. حالا بعضیا میگن که آقا رئیس جمهور ما هم میتونه صاحب الامر باشه. این صاحب الامر بودن یه سری شرایط داره، از جمله این هست که اون شخص بیاد به تمام احکام و فرامین الهی مو به مو اجرا بکنه و خدایی نکرده گناهی از او سر نزنه. حالا خودمون باید اینو تشخیص بدیم ببینیم آیا رئیس جمهور میتونه یا مثلا بعضی از حکام اسلامی آیا تونستن گناهی نکنن، آیا تونستن تمامی فرامین الهی رو به نحو احسن و اونجوری که باید و شاید هست اجرا بکنن و در مقابل فرامین الهی سمعن و طاعتا باشن و سر تسلیم فرود بیارن یا نه. من میخوام توی این قسمت برای شما یک مطلبی رو بخونم، به دلیل اینکه این در رابطه با صاحب الامر صحبت کردن باز زمان زیادی میبره، ولی یک مطلبی رو براتون قرائت میکنم که از احمد ابن اسحاق نقل شده در رابطه با صاحب الامر بودن. احمد ابن اسحاق میگه که بر امام حسن عسکری علیه السلام وارد شدم و میخواستم از جانشین پس از وی پرسش کنم. او آغاز سخن کرد و فرمود ای احمد ابن اسحاق، خدای متعال از زمان آدم علیه السلام زمین را خالی از حجت نگذاشته است و تا روز قیامت نیز خالی از حجت نخواهد بود.
به واسطه اوست که بلا را از اهل زمین دفع می کند و به خاطر اوست که باران می فرستد و برکتهای زمین را بیرون می آورد. گفتم ای فرزند رسول خدا، امام و جانشین پس از شما کیست؟ حضرت شتابان برخاست و داخل خانه شد و سپس برگشت، در حالی که بر شانه‌اش کودکی 3 ساله بود که صورتش مانند ماه شب 14 می درخشید. فرمود ای احمد ابن اسحاق، اگر نزد خدای متعال و حجتهای او گرامی نبودی، این فرزند را به تو نمی نمودم. او هم نام و هم کنیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. کسی است که زمین را پر از عدل و داد می کند، همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. ای احمد ابن اسحاق، مثل او در این امت مثل خضر و ذوالقرنین است. او غیبتی طولانی خواهد داشت که هیچ کس در آن نجات نمی یابد مگر کسی که خدای متعال او را در اعتقاد به امامت ثابت بدارد و در دعا به تعجیل فرج موفق سازد. احمد ابن اسحاق گوید گفتم ای مولای من، آیا نشانه‌ای هست که قلبم بدان اطمینان یابد؟ آن کودک به زبان عربی فصیح به سخن در آمد و فرمود انا بقیت الله فی ارضه. ای احمد ابن اسحاق، پس از مشاهده جستجوی نشان مکن. احمد ابن اسحاق گوید من شاد و خرم بیرون آمدم. با ما همراه باشید. خداوندا ثنای تو را با ستایش آغاز می کنم و تو به بخشش خود توفیق راه درست را می دهی و یقین دارم که تو در جایگاه عفو و رحمت مهربانترین مهربانان و در جایگاه کیفر و انتقام سخت ترین عذاب کنندگان و در جایگاه بزرگ منشی و عظمت بزرگترین گردنکشان. بار خدایا به من اجازه دعا و درخواست از خود را دادی، پس ای شنوا ستایشم را بشنو و ای مهربان دعایم را مستجاب کن و ای بسیار آمرزنده لغزشم را نادیده بگیر. خدایا بر علی امیر مؤمنین و جانشین فرستاده پروردگار جهانیان، بنده و ولیت و برادر رسولت و حجت تو بر خلقت و نشانه بزرگ و خبر عظیم، درود فرست و بر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سرور زمان جهان درود فرست و بر دو نواده رحمت و دو امام هدایتگر حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت درود فرست و بر پیشوایان مسلمانان علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی و جانشین هدایتگر هدایت یافته مهدی که حجتهای تو بر بندگان و امانت داران تو در آبادی ها هستند بسیار پیوسته درود فرست. خب بینندگان عزیز، در این قسمت از برنامه بنابر رسمی که در این برنامه هست میریم سراغ صحیفه سجادیه و بخشی از صحیفه رو من برای شما قرائت میکنم. ای معبود من، تو خود در کتاب استوارت فرموده ای که بازگشت بندگانت را آغوش میگشایی و بدیهایشان را می آمرزی و آنان را که از گناه به سوی تو باز می گردند دوست می داری. پس آنگونه که وعده فرموده ای
بازگشت مرا پذیرا شو و چنان که بر عهده گرفته ای از بدیهای من درگذر و آنسان که شرط کرده ای محبت خود را بر من لازم گردان. خب امیدوارم که توی این ماه رحمت همون جوری که همیشه به ما گفتن و شنیدیم، میگن که صد بار اگر توبه شکستی بازای. امیدوارم که این ماه مبارک رمضان آخرین دفعه ای باشه که ما از خداوند میخواییم که از گناهان ما در بگذره و دیگه گناهی مرتکب نشیم که از خداوند طلب آمرزش داشته باشیم. خب دوستان عزیز، توی این قسمت از برنامه میخوام برای شما قرائت کنم. چند تن از دوستان ما برای ما مطلب فرستادن و به صورت پیامک و همینطور ایمیل بوده که من برای شما قرائت میکنم. آقای سید مهدی از تبریز با شماره 0914، چهار رقم آخرش 0213، سلام، نماز و روزتون قبول حق باشه. در حسرت زیارت کربلام نظری به من فقیر هم بکنید، فقط به خاطر این ماه عزیز. امیدواریم که اونهایی که آرزوی زیارت قبر آقا ابوعبدالله الحسین و همینطور آقا ابوالفضل العباس رو دارن به آرزوشون برسن و اگر که رفتن اونجا ما رو از دعای خیر خودشون محروم نکنن. و همینطور دوست عزیز دیگری که اسمشون رو من ندارم، 0917 چهار رقم آخرش 96 21، از زائرانی که در حرم امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام در حال زیارت کردن هستن، التماس میکنم برای من گرفتار هم دعا کنید. ما هم از همینجا از اون دوستانی که آقا ابوالفضل العباس و همینطور آقا ابوعبدالله الحسین اونها رو طلبیده و توی حرم این بزرگواران هستن، میخوایم که همین دوستمون رو هم دوستان دیگر که گرفتار هستن رو دعا کنن و همینطور این بنده حقیر و کلیه همکاران و دوستانم رو هم فراموش نکنن. دوست دیگری برای ما نوشتن که سلام به تهیه کنندگان شبکه امام حسین علیه السلام، چند شبکه سفره رحمت رو میبینم و واقعا خوب و مفیده. مجریتون که اسمشو نمیدونم، اگه شماره پل ارتباطی رو بگه یا حداقل بگه که زیرنویس بشه خیلی خوبه. منم خدمت شما بیننده عزیز عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوشحالم از اینکه شما بیننده برنامه سفره رحمت هستید. چشم میگیم به دوستان زیرنویس بکنن برای شما هم اسم این بنده حقیر رو. البته اسم زیاد مهم نیست، ما همه اینجا خدمتگزاران شما هستیم. همینطوری که شما میدونید شبکه جهانی امام حسین حسینیه ایست فراتر از یک کهکشان و ما هم خادمان این حسینیه هستیم و همینطور خدمتگزاران شما عاشقان اهل بیت. ولی خب چشم میگم حتما شماره تلفن پل ارتباطی رو و همینطور آدرس ایمیل و سایت برای شما زیر نویس بکنم. دوست دیگری آقای سید عبدالله 0917 2270، لطفاً شماره روابط عمومی شبکه امام حسین رو در صورت امکان برای ثبت نام اعلام بفرمایید. این رو هم که من خدمت دوست قبلیمونم عرض کردم، به روی چشم حتما دوستان این کار رو انجام خواهند داد. به اتفاق یه سری بزنیم به اتاق فرمان و برگردیم در خدمت هستیم. صاحب خونتون منتظره، داره خوب و بد و در هم میخره. به به مهمونا صاحب خونتون منتظره،
خوب و بد و در هم به صاحب خونه بگید آقا کجا به 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 صاحب خونه بگید آقا کجا وارث غربت مشتبا کجا اونی که خون به چشای ترشه اونی که خون به چشای ترشه اونی که منتقم مادرشه رسیدیم به قسمتی که من این قسمت رو خیلی دوست دارم به دلیل اینکه حکایت هست و اکثر این حکایت ها پندآموز هست امیدوارم که شما مثل من از این قسمت از برنامه ما خوشتون بیاد و استفاده لازم رو ببرید حکایتی که امروز برای شما انتخاب کردم خیلی شنیدنی و دوست داشتنیه امیدوارم که بتونم خوب براتون تعریف کنم و شما هم از این حکایت لذت ببرید و استفاده کنید روزی خانمی مراجعه میکنه به یه مغازه خاربار فروشی و تقاضای مقداری لوازم میکنه روغن، پنیر، نون، چه میدونم مقداری حبوبات ولی به مغازه میگه که آقا من پول ندارم چون شوهرم یه چند وقتی از مریضه و افتاده گوشه خونه چند تا بچه هم دارم که اینا گرسنه هستن اگه میشه تو این دایی که من لازم دارم و به هم بده من سر ماه که شد بدهیم و میام به تو میدم صاحب مغازه که چند تا مشتری هم داشته به خانم میگه که من نمیتونم چیکاری رو بکنم اگه پول داری بهت میدم پولم نداری بهت نمیدم خانم اصرار میکنه میگه واقعا ما نیاز داریم اگر میشه به هم بده یکی از مشتریاش یه آقایی بوده صحبت این خانم رو و فروشنده رو میشنوه برمیگره به فروشنده میگه که آقا اگر این خانم هرچی میخواد بدید بهش من حساب میکنم مسئله نیست فروشنده میگه که لازم نیست من خودم بهش میدم خانم این لیست خریدتو به ما بده جلو همه هم دارم میگم لیست خریدتو بذاری رو این ترازو هر چقدر وزنش باشه به اندازه اون من بهت هرچی بخوای میدم اون مشتریارم شاهد میگیره و خانم دست میکنه توی کیفش یه تیکه کاغذ در میاره و میذاره روی کفه ترازو تا میذاره روی کفه ترازو میره پایین فروشنده هم شروع میکنه جنس ها رو گذاشتن رو اون کفه ترازو جنس میذاره جنس میذاره جنس میذاره جنس میذاره انقدر جنس میذاره تا این دوتا کفه ترازو برابر میشن متعجب میشه میگه من میشه هم چیزی یه تیکه کاغذ کوچولو انقدر وزن داشته باشه به خاطر اینکه حرف زده بود و جلوی مشتری ها گفته بوده که اگر کاغذ رو بذاری من معادلش جنس بهت میدم با اکراه جنس ها رو ور میداره میده به این خانم این خانم هم خوشحال جنس ها رو ور میداره و میبره بیرون فروشنده دست میکنه روی کفه ترازو کاغذ رو ور میداره روی اون کاغذ لیست خواسته هاش نبوده فقط نوشته بوده خدایا تو که میدونی من دعام چیه خواهش میکنم دعای منو برآورده کن حالا میخواییم تو این لحظه از خدای خودمون خدای مهربون خدایی که آگاه از دل ما بخواییم بگیم خدا جون ما هم هیچی نداریم تنها چیزی که داریم بار گناهه تنها چیزی که داریم عصیان و نافرمانیه ما هم یه تیکه کاغذ داریم میخوایم بذاریم روی این کفه ترازو به اندازه وزنش به ما بده فقط قبل از این کاغذ رو یه نگاهی بنداز هیچی روش ننوشتیم فقط نوشتیم اللهم اجل ولی کل فرج یا علی اللهم
اللهم عجل لوليك Yeah.